سلام، من یاسر ژیان هستم از فنافزار. این ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی لول اپ 97 هست که امیدوارم مفید باشه. میخوام در مورد مدل های برنامه‌نویسی شبکه، برنامه‌نویسی ریل تایم شبکه برای بازی ها صحبت کنم، در واقع برای بازی های ریل تایم. ببخشید. اولین مسئله که داریم در واقع مدل های شبکه کردن بازی ها هست. مقصودمون و هدفمون هم بازی ریل تایم، نه بازی های مثلا ترن بیست یا بازی هایی که با سرویس های سوشال ساخته میشن یا غیره. در مورد مدل های مختلف صحبت میکنم، در مورد خوبی ها و بدی هاشون مقداری صحبت میکنم، در مورد دترمینیزم صحبت میکنم، در مورد TCP و UDP و فرق اینا و پروتکلی که باید در واقع استفاده بکنیم صحبت میکنیم، و هر جا هم که به نظرم برسه مقداری هر توصیه‌ای که داشته باشم رو سعی میکنم بگم اگه خاطرم بمونه. یه بازی ساده یه لوپی داره که خب این شکلیه. معمولا اینپوت رو جمع‌آوری می‌کنیم، دنیامون رو با استفاده از اون اینپوت آپدیت می‌کنیم یا سیمولیت می‌کنیم یا آپدیت می‌کنیم و سیمولیت می‌کنیم و بعدش هم رندر می‌کنیم. این یه بازی تک نفره است، روی یه دونه کامپیوتر داره اجرا میشه و خب طبیعتاً من خیلی موضوع ساده کردم دیگه، ولی به هر حال قسمت‌های مهمش برای ما این اینپوت از یوزر میاد، رندر هم برای یوزر انجام میشه، یوزر اینپوتش رو که تحویل میده. اگر ما کارمون رو خوب انجام داده باشیم تو فریم بعد احتمالاً نتیجه اون اینپوت نمایش داده میشه. تقریبا اگه به طور متوسط در نظر بگیرید احتمالاً 1.5 فریم ما لگ داریم برای نمایش اینپوت، یعنی نمایش اثر اون اینپوت. وقتی من چلیک میکنم یه اتفاقی رو صفحه میفته، هرچی اینا به هم نزدیکتر، هرچی از زمانی که من شلیک میکنم تا نتیجه شون میبینم نزدیکتر باشه، به نظر یوزر میاد که گیم ریسپانسیو تره و احتمالا فیل اکشن بهتری داره. اگر بازی خوب اکشن باشه، اگر اکشن نباشه که اصلا این بحث شاید جایی نداشته باشه. حالا وقتی که از یه پلیر و یه کامپیوتر و یه اینستانس از پروسس گیم میریم به دو اینستانس یا بیشتر، مسئله که پیش میاد اینه که اثر اینپوت من باید تأثیرش روی بازی دیگران دیده بشه و اثر اینپوت اونا رو تأثیرش روی بازی من دیده بشه. در واقع باید اینتراکت بکنیم با هم دیگه. اگه من تیر میزنم به اون باید بمیره یا هر چی از جونش کم شه، ولی اثر این تیر من باید دیده بشه. اگه من از جون رد میشم اونم باید ببینه که من از جونش رد شدم. این اینتراکتیویتی و این نیاز به اینکه یه چی در واقع توی یه بازی کنن مشخصا باعث میشه که مجبور شیم دنیا رو شیر کنیم بین تو یه دنیای شیر شده دارن بازی میکنن. این حالا من میگم دو نفر، ولی خب دو نفر یا بیشتر این دو نفر، و یه واقعیتی که بین اینا شیر شده باید وجود داشته باشه اینجا. و مشخصا ما یه چیزی رو باید روی نتورک منتقل کنیم. طرف نتورک هم این نتورک هم منظور اون چیزیه که کامپیوتر رو هم وصل میکنه، پس بحثی در این باره نداریم و باید روی نتورک یه سری دیتا منتقل بکنیم. کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای اینکه اینا یه دنیا رو ببینن و یه سری اتفاق رو ببینن، یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه نفر تصمیم بگیره که چه اتفاقی تو این دنیا میفته. یعنی من اگر گیم لوپ هم به دو تا تقسیم میکنم، دو تا گیم لوپ دارم. یکی این که اون کسی که تصمیم میگیره چه اتفاقی میفته که برای اسمشون میذارم پست، و یه دونه دیگه هم اون کسیه که براش تصمیم گرفته میشه به نام گست. هست من لوپش از همین شروع میشه، فقط گدر اینپوت که داریم گدر اینپوت خودشه و بعدش receive input هم
انجام میشه، از بقیه پلیرها اینپوت ریسیو میکنیم. پس اینجا کار نتورکی انجام میشه، اینپوت دریافت میکنیم اینجا. من با این علامت فرض کنید نشون میدم. آپدیت و سیمولیت انجام میشه و سند استیت اینجا، چون دیتای خیلی زیادی استیت میفرسته، هم فلشش رو کلوفتر کشیدم هم طولش رو بیشتر کردم. استیت رو میتونیم بفرستیم و این یکی کاری که میکنه gather input میکنه، send input انجام میده که این همینقدر. اینجا شاید باید چون از همه پلیر رو میگیری یه ذره طول فلش رو بیشتر کنم. great و ریسیو کن استیت رو بعد از اینکه اون طرف سیمولیتش انجام شد که این ریسیو استیت همون این شکلیه. اون دوباره کردم اون استیت رو داره برای چند نفر میفرسته، این استیت خودش رو فقط دریافت میکنه و رنگفت. من اسم این دوتا رو گوشتم هست و گست، یکیشون میزبان سیمولیشن، یکیشون هم میهمان سیمولیشن و ترجیح میدم از این اسم استفاده کنم، هرچند خود منم گاهی وقتا میگم سرور کلاینت، ولی خب به هر حال اجازه بدید اینجا از این اسم هست و گست استفاده کنم. منظور اون پروسسی هستش که اپلیکیشنیه که داره سیمولیشن انجام. این دوتا لوپ لزوما از هم جدا نیست، یعنی من میتونم اینا رو تو یه لوپ هم پیاده بکنم و با ایف یا هر چیزی اینا رو ایف بذارم که اگه هست بودی این کارو بکنه، گست بودی اون کارو بکنه. مشخصا گست در مورد خودش تصمیم نمیگیره، فقط اینپوتش رو تصمیم میگیره که چی باشه. اینپوتش هم وقتی سند اینپوت میکنیم معمولا به شکل اکشن هست، یعنی اینپوت خامو نمیفرستیم میخواد چه دکمه ای زد، این مهم نیست چون چه دکمه ای زد، مهمه که چه کار میخواد بکنه. اگه من کانفیگوریشن هم که اسپیس رو میزنم به پره، یکی دیگه کانفیگوریشنش اینه که F12 رو میزنه به پره، پرش مهمه، پس پرش رو میفرستیم برای سرور. این نکته عجیبی نیست ولی خب به هر حال بد نیستش که، یعنی اینپوت پروسس شده رو میفرستیم معمولا، بستگی داره که باز چه جوری باشه. بازم ویتمون اونجا کشنده است دیگه، این ویت هست که توش هر اتفاق، یعنی همه اتفاقای بعد اینجا تو این ویت میفته. یه چیزی که من اینجا ازش گذاشتم این بود که من این استیت رو سند نکنم، به جای استیت، به جای اینکه استیت رو سند بکنم اینو نفرستم و بعد از اینکه رندر کردم سند ایمیج بکنم. سند ایمیج بعدیش اینه که حجمش خیلی دیگه زیاده و ما بندویت نتورکمون همیشه مسئله است برای ما. هیچ جای دنیا نیستش که بندویت مسئله نباشه، بندویت برای همچین کار اصلا مسئله نباشه، بعضی وقتا هست البته ولی خب برحال. و مسئله مهمتر لیتنسیه، حجم زیاد به خودش لیتنسی هم میاره و توی فرستادن ایمیج، در واقع این چیزی که الان من اینجا کشیدم پنیر رو عوض نکردم، این چیزی که این بالا کشیدم هست رو کشیدم، این در واقع سیستم یه سرویس استریمینگ گیم، اینپوت رو میگیره همه کاراشو میکنه، رندر هم میکنه و استریم میکنه. این پایینی حتی لازم نیست واقعا گیم رو ران کنه، فقط کافی یه چیزی مثلا سافرای استریمینگ مثلا همین OBSی که من اینجا ران کردم ران کنه، فقط اینپوت هم جمع کنه بفرسته تقریبا. برای همین و همونطور که میدونید این سرویس ها خب بهتر و بهتر میشن هر روز، چون به هر حال اینترنت همیشه دسترسی بهتر میشه، بندویت بیشتر میشه، لیتنسی ها بالاخره کمی کمتر میشه، هرچند زیاد نه، ولی فعلا که سرویس قابل توجه نیست، هرچند سرویس های کامرشیالی وجود داره که دارن کار میکنن، از پلی استیشن ناو بگیر تا حالا سرویس های دیگه، پس غیر ممکن نیست. ولی خب معمولا ما این کارو نمیخوایم بکنیم برای بازی، چون بحث حجم خیلی زیاده، بحث پروسسینگ پاور هم خیلی زیاده. اصل مشکل ما تو رندر کردن، فکر کنید سرور ما برای 15 تا پلیر باید تصویرم جنریت کنه، اگه ما میتونستیم 15 برابر فریم ریت داشته باشیم خب خیلی وضعیتمون فرق می‌کرد.
خیلی وضعیتمون فرام کرد دیگه، درسته؟ پس هم پروسسینگ پاور مسئله است، هم لیتنسی مسئله است، هم بندویث مسئله است، همه چی مسئله است. پس ما این کارو نمی‌کنیم، ایمیج رو نمی‌فرستیم، ما اینجا همون استیج رو رسیم، هرچند در عمل واقعا استیج رو هم حتی نمی‌فرستیم. کاری که ما می‌کنیم اینه که یه ورژنی از استیج می‌فرستیم که برای آپدیت کردن اطلاع لازم، یعنی من اینو عوضش میکنم، حالا better multi-layer game loop، و تغییری که اینجا میدم اینه که send state send update info receive update info. و باز چون حجمش برخلاف زیاده از اینکه کم میکنم، حالا نسبتش خیلی خطی نیست، با این فرض که update info اون چیزیه که من با صرفه‌جویی تو استیت فقط اون قسمتیشو میفرستم که هست گست من لازم داره برای اینکه استیت قبلیشو تبدیل کنه به استیت جدید. پس فرق update info اینجا تو مدل من با استیت اینه که استیت کل استیت بازیه، استیت همه گیم آبجکت ها، استیت همه چی، یا حداقل یه ورژنی از اونه، اون قسمتیش که برای سیمولیشن مهمه واقعا. ولی update info یه دیفرنشیالیه، یه دلتاییه بین استیت قبلی و استیت جدید که فقط گست از اون استفاده میکنه تا استیت قبلیشو تبدیل کنه به استیت جدید. استیت کامل فرستادن خاصیتش زیادی داره، مثلا اینکه اگه گست دیر برسه وارد بازی بشه بازم استیت رو هر دفعه داره میگیره. اسپکتیت به هر لاجیک خیلی کمتری لازم داریم واسه اینکه پچ کنیم انگار استیتمون رو، استیت جدیدو کامل میگیریم، ولی باز مسئله لیتنسی و مسئله بندویت خیلی جدیه. فکر کنیم که سرورمون باید جواب مثلا 15 تا 16 تا هستمون باید جواب 15 16 تا پلیر رو بده، مثلا یا 30 تا 50 تا پلیر رو بده. برای همین بندویت خب خیلی مسئله مهمه، همیشه تو نتورک بندویت مهمه، خیلی مهمتر از اون لیتنسیه. بدی لیتنسی اینه که معمولا ما کار زیادی براش نمیتونیم بکنیم. لیتنسی مسئله هاردوری خیلی جدیه تو هاردور، تو آرکیتکچر و دیزاین ما هم خیلی مهمه، و معمولا آرکیتکچرمون که میچینیم دیگه لیتنسیمون فیکسه، فقط میتونه بدتر شه، هیچ وقت بهتر نمیتونه باشه متاسفانه. بندویت رو معمولا میشه آپتیمایز کرد، معمولا، یعنی بالاخره راه واسه آپتیمایز کردن بندویت وجود داره، هرچند که پیشرفتم تو بندویت خیلی زیاده. از زمان جوانی من، از زمانی که هممون یادمونم، تو همین 10 سال گذشته بندویت‌های ما شاید 10 برابر شده، ولی لیتنسیامون خیلی فرق زیادی نکرده، اگر نصف هم شاید نشده باشه. پس سرعت پیشرفت بندویت خیلی بیشتر از لیتنسی، مثل همه تو همه جا همینجوریه، سی پی آمون هم همینجوریه، رم هم همینجوریه، نتورک هم مشخصا همینجوریه. بخاطر همین لیتنسی خیلی مسئله مهمتریه. بعدیش اینه که معمولا برای لیتنسی کار نمیتونیم بکنیم. بر این لوپ بهترمونه. دقت کنید که اینجا گست ما خیلی کار زیادی در مورد این ویت نمیتونه بکنه. بذارید یه امیدوارم بتونم این نمودار خوب بکشم. این با موس من دارم این کار انجام میدم. فرض کنیم که این تایمه، این گستمونه، بذاری بزرگ تایم برسه، و این هم هستمونه، و این زمان صفر، درسته؟ بذاریم تون بکنم. گستمون یه زمانی رو اولا بذاریم یه موضوع رو توضیح بدم. هست ما توی مدل، اگه مدل دقت کنید، هست ما هم جزو سیمولیشن، بذارید این موضوع رو در موردش صحبت کنم. هست ما هم جزء سیمولیشن، هست ما هم یه پلیر پشتش هست، هست ما هم داره کارش رو انجام میده، اینپوت خودش رو گدر میکنه، رندرش رو انجام میده. یه مدل دیگه داریم که دیدیکیتد هسته، و دیدیکیتد هست خیلی فرق نمی کنه با این، بذاریم من فقط قسمت هستش رو کپی کنم، و دیدیکیتد هست gather input نداره، receive input from other from all players، from other update
آپدیت سیمولیت داره، سند آپدیت اینفو داره و رندر دیگه نداره. ولی یه مسئله دیگه داره. Wait for frame rate. یه ویتی داریم توی این که باید مطمئن بشیم که فریم ریت همونو حفظ میکنیم. من امودارم رو برسید دیدیکیتت هسته میکشم چون مدل ساده تریه. هست من سر یه زمان مشخصی، سر یه زمانهای مشخصی فریم رندر میکنه، در واقع فریم سیمولیت میکنه، رندر اصلا انجام نمیده. دلیلش هم مشخصه دیگه، چون هست من رندری نداره و نمیتونیم ویسینکش کنیم، نمیتونیم آره ویسینکی نداریم که در واقع با اون فیکسش کنیم، یا اصلا برای هست ما مهم نیست، یا نمیخوایم که از فست از پاسیبل یا هرچه سریعتر فریم ها رو جنریت کنیم به دلایل مختلف. یکی این که خب هاردویر زیاد پروسسینگ پاور زیاد مصرف میکنه بی خودی که نمیخوایم این کارو بکنیم. دوم این که بندویت نتورک همینجوری مصرف میکنه. فرض کنیم که من هست من میتونه 1000 فریم در ثانیه سیمولیت کنه، 1000 فریم در ثانیه دیتاشو بخواد بفرسته، دیتا تقریبا به تعداد فریم وابسته‌ای داره نه به طول فریم. 1000 فریم دیتاشو بخواد بفرسته همه بندویت مصرف میکنه و به اکسپریانس یوزر هم چیز زیادی اضافه نمیکنه. یوزر من 60 فریم در ثانیه بیشتر نمیبینه، یا مثلا دیگه خیلی مانیتورش خفن باشه 144 فریم در ثانیه میبینه. ولی به هر حال من با 1000 فریم جنریت کردم تمام بندویت مصرف میکنم. یه مسئله خیلی مهم دیگه هم که هست اینه که اینپوت یوزرم به من نمیرسه وقتی 1000 فریم در ثانیه دارم سیمولیت میکنم. خیلی مهمه که این سیمولیشن تو خلاء که انجام نمیشه، باید با اینپوت یوزر یه چیزی سیمولیت کنم. درسته اگه یوزر اینپوتی برام نفرستن سیمولیشن جالبی ندارم، فقط یه سری اتفاق یا انیمیشن اتفاق میفته، در واقع فیلمی داره این کار اتفاق میفته. پس من باید اینپوت یوزر رو دریافت کنم و یوزرم که خب 1000 بار در ثانیه برام اینپوت معنی دار نمیفرسته دیگه. درسته تو اکشن ترین گیمم اینپوت شات 10 بار 15 بار در ثانیه اتفاق بیفته که اصلا اینجوری هم تازه نیست. مثلا بهترین بازی کنای RTS شاید هر شاید در ثانیه مثلا 5 تا اکشن داشته باشن، با APM 300 اکشن پر منت 300 مثلا در ثانیه 5 تا اکشن دارن. خیلی دیگه 5 6 تا اکشن میشه، 7 تا اکشن میشه در ثانیه تو جنگای خیلی داغ و خیلی احتیاج به میچ منیجمنت داشته باشه. پس من به هر حال با 1000 فریم در ثانیه اصلا اینپوتی ندارم که بخوام کاری بکنم. برام 1000 فریم در ثانیه خب ریاکشن تایم نتورک هم در واقع وقتی لیتنسی نتورک من 50 میلی ثانیه 100 میلی ثانیه است، خیلی معنی نداره که من هر یه میلی ثانیه یه فریم رندر کنم. به هر حال دلایل زیادی داره که خودتونم بهش فکر کنید، حتما به این نتیجه میرسید که دلیل نداره که ما تو هستمون از یه عدد بیشتر رندر کنیم و محدودیت های زیادی هم داریم. برای همین از یه عدد بیشتر اصلا نمیتونیم سیمولیت کنیم. من میگم رندر اشتباه میکنم، منظورم سیمولیت توی هست بیشتر انجام بدیم از یه حدی. فرض کنیم که یه عدد فیکسی میذاریم رو سی، این عدد نمیتونه متغیر باشه چون یوزرهای من گستای من میخوان روی این موضوع حساب کنن، میخوام آپدیت دیتایی که میفرستم معنی دار باشه و توش و یوزر بدونه چه جوری اینو باید اعمال کنه رو بقیه. اگه فریم تایم هی عوض بشه هم آهنگ فرستادن اینپوت هم تحت تاثیر قرار میگیره و یوزر نمیدونه اینپوت چه جوری بفرسته، مسئله در عمل مشکل زیاد پیش میاد. اینم باز یه مسئله کامن سنسه. هست من با یه آهنگ با یه ضرب آهنگ ثابتی سیمولیت میکنه گیم. بعضی گیم های پیشرفته واقعا از انجین های پیشرفته و تکنولوژی پیشرفته اجازه میدن که عوض کنه سورس، مثلا اینجوریه بازی های سورس بیست فکر میکنم اینجوری باشن. کانتر استرایک این جدیده فکر کنم مثلا 60 فریم و 120 فریم پر سکند سیمولیت میکنه سرورش، شاید میشه انتخاب کرد ولی به هر حال در طول بازی ثابت هم اونجا که من میدونم. یه عددی فرض میکنیم که 30 فریم بر ثانیه داریم سیمولیت میکنیم، فاصله پس هر کدوم از اینا تقریبا 33 میلی ثانیه است. حالا من فاصله شما فیزیکی مساوی نکشیم. به هر حال پس این هست این سیمولیشن رو بدون توجه به اینکه گست اینپوتش رو میفرسته یا نه داره انجام میده دیگه. درسته هست سر جای خودش داره انجام میده، حتی که یه دونه گست هم نداریم، ممکنه 10 ها گست داشته باشه. گست یه زمانی صرف جمع کردن اینپوتش میکنه، این اینپوت رو میفرسته واسه هست. اینجا یوزر اینپوتش رو زده، من تکست ننویسم بهتره با این موس. اینپوت جمع میشه یه زمانی، مثلا طول یه فریم خود گست اینپوت جمع میشه. این شیب این خط لیتنسی فرستادن دیتا به سرور. هست اینجا این دیتا رو دریافت میکنه، انقدر این دیتا تو بافر میشینه به این مدت که برسیم به اول فریم بعدی،
اون زمان ویت هست. این پوت رو اینجا هست تأثیر میده توی سیمولیشنش. اینجا سیمولیشن انجام میشه برای یه فریم و بعد آپدیت رو هست میفرسته برای گست و اینجا گست رو دریافت میکنه و یه زمانی رو صرف رندرش میکنه و اینجا ایمیج تولید میشه و در دست به در واقع چشم یوزر میرسه. این فاصله در واقع لیتنسی اینپوت یوزر که معمولا که به این فاکتور بستگی داره، یکی اینکه خود فریم تایم گست چقدره که اون ویندویی که توش اینپوت جمع میکنه، به لیتنسی نتورک در واقع RTT راوند تریپ تایم نتورک بستگی داره. همون لگیه که ما در مورد صحبت میکنیم یا پینگ تایمی که در مورد صحبت میکنیم و که مجموع این چی به این دوتا فلشه، به فریم ریت هست بستگی داره و به سیمولیشن تایم هست بستگی داره. هست ممکنه فریم ریتش 30 باشه، 30 فریم بر ثانیه، یعنی 33 میلی ثانیه بین اینا فاصله باشه، بین یه فریم تا فریم بعد، یه استپ تا استپ بعدی فاصله باشه، ولی سیمولیشنش رو توی 1 میلی ثانیه انجام بده. هست یعنی لاجیک ما خیلی یا ساده است یا خیلی سریع پیاده شده یا هستمون برام خیلی سخت افزار قوی داره و در عرض 1 میلی ثانیه این کارو انجام میده. ممکن هم هستش که فریممون 33 میلی ثانیه زمان داشته باشیم براش و 32 میلی ثانیه طول بده تا هستمون این سیمولیشن انجام بده. پس به همه این پارامترها بستگی داره، به فریم تایم گست بستگی داره، به لیتنسی، به RTT نتورک بین گست و هست بستگی داره، به فریم ریت هست بستگی داره، در واقع سیمولیشن ریت هست بستگی داره و به سیمولیشن تایم هست، دیوریشنی که طول میکشه تا یه فریم رو سیمولیت کنه هست بستگی داره. و دقت کنید که اینجا هست فقط سیمولیشن رو انجام نمیده، هم سیمولیشن انجام میده هم دیتا رو پریپر میکنه برای فرستادن. یعنی من اینجا توی دیدیکیت تو سال تو هست دیگه هم ببینیسم، ولی اینجا بعد از آپدیت و سیمولیت پریپر آپدیت اینفو که پریپر آپدیت اینفو یعنی تقریبا، یعنی باز خیلی بسته به گیم داره، ولی تقریبا شامل ویزیبیلیتی کالینگ میشه، شامل تشخیص اینکه چه دیتایی رو برای چه پلیر بفرستم. اگر این آپدیت اینفو نسبت به دیتای قبلی که براش فرستادم با دلتا بگیره هست من که حداقل، یعنی دیتایی که مثلا چیزایی که تغییر نکرده رو نفرسته واسه این هست، کامپرس کنه پر گست دیتای مختلفی رو بفرسته. اگر یه پلیری هاید شده یا مثلا اینویزیبل الان یا پشت دیواری یا هر چی، اون یا این صدای پاش نمیاد، به اون پلیر دیگه ترجیحا نباید هست بگه که اصلا یه همچین پلیری جلوت هست که حالا دیده میشه دیده نمیشه، مثلا برای اینکه جلوی چی تو بگیریم، یعنی حداقل دیتایی که لازمه رو بفرستیم. ولی به هر حال بعضی وقتا دیتای اضافی میفرستیم به خاطر اینکه روی هست نمیخوایم وقت زیادی رو صرف جدا کردن این دیتا بکنیم، یا اینکه گست به هر حال این دیتا رو برای یه چیزایی ممکنه لازم داشته باشه. ممکنه این فریم نمیبینه ولی فریم بعد ببینه، به هر حال دیتا رو زودتر بهش میدیم شاید به درش خورد. مثلا کسی که پشت دیوار داره میاد، ممکنه که قبل از اینکه دیتا جدید از سرور بیاد لازم باشه که گستمون اینو ببینه، برای همین ممکنه دیتا اضافی رو فعلا بهش بدیم، خود کد گستمون تصمیم بگیره که اینو نشون بده یا نه. بحث همیشگی تو گیم هست دیگه، با ترید آف بین سکیوریتی و پرفورمنس که خب اینجا هم وجود داره. این یه نمودار ساده است برای ارتباط بین گست و هست. فرض کنیم که یه گست دوره همون زرگی میتونم پیدا کنم همون نیست، ولی برای فرض کنیم که یه گست دیگه هم اینجا داریم و این گست لیتنسی نتورکش خیلی کمتره، گست خیلی سریع داریم، درسته؟ این گست سریع ما خیلی زمان همون زمان مساوی رو صرف جمع‌آوری اینپوت میکنه، چون فریم ریتش احتمالاً یکیه. فریم ریت گست سریع که میگم منظورم که نتورکش خیلی سریعه، منظورم این نیستش که کامپیوتر سریع، هاردورمون فرض میکنیم که بیسلاینش یکیه و این خیلی سریعتر این دیتا رو میفرسته برای سرور، اینپوتش خیلی سریعتر به سرور میرسه.
این اینپوتی که سریع‌تر از سرور رسید، دقت کنید که سرور اینجاها داره یه استپ سیمولیشن میزنه. دیتایی که اینقدر سریع‌تر رسیده باعث میشه که اینپوت این گست توی بافرش اینقدر تو بافر میشینه، بعد اینجا توی این سیمولیشن اعمال میشه دیتاش و آپدیتش فرستاده میشه. دقت کنید که این آپدیت برای اون یکی هم فرستاده میشه دیگه، فقط من نمیخوام شکلم شد این آپدیت اینجا هم فرستاده میشه. من نمیخوام شکل نمیخواستم شکلمو شروع کنم فکر کردم. به هر حال این یکی گسته یه اینپوتی که همون زمان معادل اون یکی اینپوته که اون یکی گسته گسته اولمون وارد کرده وارد میکنه، ولی تصویرشو نتیجهشو خیلی خیلی سریعتر میبینه، تقریبا یه فریم کامل زودتر میبینه. حالا این نمودار کشیدم شاید دو فریم هست، بیشتر از یه فریم زودتر میبینه. بسته داره که نرخ خود گست چقدر. این مسئله یعنی این که اگر یه یوزری اگه یوزری نتورکش سریعه، اکسپرینس خیلی بهتری تو بازی داره، نتیجه اکشناش خیلی سریعتر اعمال میشه. اونی که کنده هم کنده، اونی که کنده برای خودش کنده، بازی خودش کندتر میشه و اکسپرینس خودش خراب میشه، و اونی که سریع اکسپرینس خودش بهتر میشه. این موضوع همیشه تو همه مدل‌های نتورکینگ اتفاق نمیافتن، یعنی این موضوع هم با اینکه خیلی کامن سنسی و خیلی معمولی و خیلی درست به نظر میاد، همیشه لزوما این اتفاق نمیافته. ضمن اینکه لزوما ما نمیخوایم این کارو کنیم، این اتفاق خیلی خوبی هم نیست. اینکه یه یوزر کند بازی بقیه رو خراب کنه اتفاق خوبی اصلا نیستا، ولی اینکه اکسپرینس یوزر خیلی به پینگشون بستگی داشته باشه، به RTTشون بستگی داشته باشه، خیلی اتفاق خوب نیست. به خاطر اینکه یوزرها پینگ خودشون هم از این ساعت به ساعت بعد فرق میکنه، یا سرور ما براش میگه بارش کم زیاد میشه، بالاخره پینگ اونم تو پینگ تاثیر داره دیگه، اونم تو راوند تریپ تایم تاثیر داره. اگه سرور من سخت افزاری دیتا رو نمیخونه فرقی نمیکنه با اینکه این دیتا رو شبکه در حال رفت آمد باشه، به هر حال یوزر اینو به چشم لیتنسی میبینه، به یه همون شکل میبینه براش اثر داره. خلاصه این که ما یه ذره برام مهمه که این موضوع رو یه کمی لول بکنیم، یه کمی یه ویندوی بدیم که مثلا بین 20 میلی ثانیه پینگ تا مثلا 50 میلی ثانیه پینگ فرقی تو اکسپریانس خیلی اتفاق نیفته، که حالا در موردش صحبت میکنم شاید بیشتر. به هر حال به این مدل سیمولیشن، به کل این مدل سیمولیشن که ما یه هوستی داریم که همه تصمیم‌ها رو هوستمون میگیره و یه سری گست داریم که فقط اینپوت جمع میکنن و تصویر جنریت میکنن، به این مدل میگیم authoritative simulation. authoritative simulation یعنی سیمولیشنی که چیز داره، حالا حکم داره، authority داره، یه حالا به هر حال مدل فارسی خوب به نظر من نمیرسه براش، یعنی یه نفر تو این سیمولیشن، دقیقاً یه نفر نه بیشتر تو این سیمولیشن هست که همه تصمیم‌ها رو میگیره و هر چی اون بگه میره اتفاق میفته. در واقع اگر اون میگه که تو تیرت به اون نخورد، مدل سیمولیشن جوریه که تو قبول می‌کنی حرف اون، حتی اگر رو کامپیوتر خودت به نظر خودت تیرت خورده. اگر که اون میگه که نایف وقتی کشیدین زود طرف اون یکی رو کشتی، حتی اگه به خاطر این باشه که اون یکی پینگش پایین‌تره و سریع‌تر دیتاش رسیده به سرور، من مجبورم، یعنی گست من، پروسس من، گیم من، تصمیم سرور رو کامل قبول میکنه. توی این مدل چه هست هم هست پلاس گست باشه، چه دیدیکیتد هست باشه، همچنان بهش میگیم authoritative simulation. به خاطر این خب دلیلش هم مشخصه دیگه، چون همچنان یه authoritative simulation وجود داره که به هر حال مهم نیست که اون authority خودش یکی از پلیئر هست یا نه. کلن میشه این مدل های authoritative رو به سه مدل کلی تقسیم کرد. یکی این که گست و هست، یعنی هستمون گست هم هست، یعنی یکی از پلیرامون به دلیل اینکه حالا زودتر وارد بازی شده یا اصلا بازی رو خودش کرییت کرده یا تصمیم گرفتیم مثلا نتورکش بهتره، بندویتش بیشتره یا کامپیوترش قوی‌تره، به هر دلیلی که گیم تصمیم گرفته یا هرچی، اون هست هم هست، این یه مدله. و دو مدل هم حالت وقتی که dedicated host داره. dedicated host میتونه توسط من گیم دیولوپر رام بشه و پشت فایروال رو توی دیتا سنتری رام بشه که روش کنترل کامل من دارم، هاردورش رو میشناسم، هاردورش رو من تصمیم گرفتم، بارش رو من تصمیم میگیرم چه اتفاق روش میفته، یا اینکه نه dedicated server رو به صورت یه سافتور ریلیز کردم هر کی بخواد میتونه رام کنه، که خیلی از بازی‌ها
این شکلی هستن، حتی اگه ما دیدیکیتد سرورشون نمیبینیم، بازی مثل حالا کال آف دیوتی حداقل ورژن قدیمش کن بازی میکردم این شکلی بودن، با اینکه دیده نمیشد که دیدیکیتد سرور داره، ولی در واقع دیدیکیتد سرور ران میکرد اون پشت، یا هاف لایف ها یا کویک. حتی اگه این دیدیکیتد سرور تو همون پروسس هم باشه، یه استیت کاملا جداست و یه سری آبجکت کاملا جدا هن و یه سیمولیشن کاملا جداست و یه لوپ کاملا جداست دیدیکیتد سرور. که خب این که ما دیدیکیتد سرور داشته باشیم یا نه خیلی به این بستگی داره که ما میخوایم خودمون سرور گیم رو ران بکنیم یا نه. اگه خودمون نمیخوایم سرور گیم رو ران بکنیم، معمولا فایده زیادی نداره دیدیکیتد سرور، به جز اینکه کدوم یوزر تمیز میشه، چون دوتا کد کاملا جدا بنویسیم، یکی برای گست یکی برای هست، که حتی هیچ دلیل نداره که اینا رو با یه زبان بنویسیم، هیچ دلیل نداره که اینا هیچ چیزی باهاشون با هم مشترک باشه. از یه طرف این یه ذره باعث این میشه که، یعنی تا یه حدی باعث اعمال دیسیپلین رو کد ما میشه، باعث میشه ما مجبور باشیم چیزایی رو از هم جدا کنیم، که این بعضی وقت اتفاق خوبیه، مجبور شیم به این فکر کنیم که دقیقاً چه چیزایی مال هسته، چه چیزایی مال گسته، چه جوری اینترون اینا رد بدل میشه. اگه کدومون قاطی باتی باشه خیلی این اتفاق نمیفته. ولی از طرفی همینی که ما مجبوریم اینا رو اصلا جدا کنیم، خب یعنی که دو تا کد بعد بنویسیم، دو تا اپلیکیشن رو بعد مینتین کنیم، دو تا داستان خلاصه داره. برای همین تصمیم اصلیش به این بستگی داره که ما میخوایم خودمون رو دیتا سنترمون یا یه دیتا سنتری گیم رو ران بکنیم یا نه، سرور گیم ران بکنیم. اگه نمیخوایم این کارو بکنیم خیلی دلیل زیادی نداره، اما گست هست رو با هم میگیم دست یوزرها و یه لوپ براشون می‌نویسیم، فقط با سری ایف هم جداشون می‌کنیم، اینجوری با یه تکنولوژی دیولپ کردیم. ولی به هر حال خوبه که حتی در این حالت هم کانشس باشیم نسبت به این موضوع، حواسمون به این موضوع باشه که داریم چی کار می‌کنیم و داریم کدوم آبجکت مال گست، کدوم آبجکت مال هست، این مسئله رو باید فکر کنیم، کدوم استیت، کدوم دیتا چی داره رد و بدل میشه. اگر هست و گستمون یکی باشه، یعنی در واقع یکی از گستامون هست هم باشه، اون گست لیتنسی صفره، این بحث آنفیر بودن و اینا ممکنه پیش بیاد بعضی وقتا، تا اونجایی که من میفهمم خیلی گیم ها این مصنوعاً لگ اضافه میکنن به اینپوت اون هست، و این کار فقط برای فرنس هم نیست، برای یکسان نگه داشتن اکسپرینس اون یوزر هم هست. وقتی من هستم اگه لیتنسی صفر باشه، واقعا لیتنسی اینپوت هم به چیز صفر باشه، فقط رندر و سیمولیت و اینا باشه، اصلا نتورکی وجود نداشته باشه، دفعه بعدی که من بازی میکنم و فقط گستم و هست دیگه نیستم، کلا اکسپرینس بازی فرق میکنه. این مسئله رو در نظر داشته باشید، یعنی یکسان نگه داشتن اکسپرینس روی بازی تو بازی تحت شبکه بدون توجه به لیتنسی مسئله نسبتا مهمیه، البته بدون توجه نه، با یه ویندویی از لیتنسی، چون نمیشه کاری کرد که اکسپرینس یوزر هم وقتی لیتنسیش 10 میلی ثانیه است خوب باشه، هم وقتی 1000 میلی ثانیه است. یه ویندویی بگیم بین مثلا 10 تا 100 اکسپرینس خوبه، بین 100 تا 300 پلیبل، بعد از 300 دیگه هیچ دلیل نداره که اصلا بخوای بازی کنی، بهتر به فکر تغییر روش زندگی تو باشی. خلاصه این مسئله، این authoritative simulation، این مدل authoritative simulation، بحث ما تموم نشد در مورد این، ولی خب میخوام در مورد یه مدل دیگه صحبت کنم که تو ویدیوی بعدی کار انجام میدم.